رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما در نشست امروز رهبران جنوب شرق آسیا آسیان در وینتیان پایتخت لاوس بر تعهد و نقش کشورش در ایجاد توازن در این منطقه جهان تاکید کرد از موضوعاتی که بر این نشست سایه افکنده بود ادعای مالکیت چین بر جزایر آبهای این منطقه و توهین رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین با آقای اوباما که وی را حرامزاده خوانده بود اوباما در خصوص موضوع اول گفت آسیان منطقه کلیدی برای امریکا در ایجاد توازن در آسیا و از آن مهمتر منطقه مهم در برقراری صلح و شکوفایی اقتصادی برای آینده جهان است ما در راستای حل صلح‌آمیز مناقشات از جمله در, در دریای چین جنوبی تلاش خواهیم کرد حکم داوری زاماور ماه ژوئیه که در نوع خود نقطه عطفی بود به روشن شدن حقوق دریای منطقه کمک کرده است دیوان داوری بین المللی ادعای مالکیت چین بر بخشی از دریای چین جنوبی و منابع آن را رد کرد دریای غنی از منابع طبیعی و انرژی که تخمین زده می شود سالانه حدود 5000 میلیارد دلار از تجارت جهانی از آبهای آن عبور می کند. اما همزمان و به گفته وزیر امور خارجه فیلیپین آقای اوباما و همتای فیلیپینی وی دیروز دیداری کوتاه و گذرا داشتند. به دنبال توهین چند روز پیش دوترته رئیس جمهوری فیلیپین کاخ سفید دیدار آقای اوباما با وی در لاوس را لغو کرده بود.